برگردیم به دیوها و رابطهشون تو وسوسه‌ها ها که با همون سبک و شمایل که شیطان براشون طراحی کرده وسوسه ها رو شروع میکنه اما هر کدومشون تخصصشون توی کار خودشون بی نذیره. مثل روی ترس تخصص و مهارت خاص خودشو داره خب خو. و هر روحی دیگه تخصص خودشو داره و اما همه اینها یه فریبه برای به دست آوردن جایگاه اقتدار ولی یک سوال چیزی که واقعا خدا برای من باز کرده چرا این همه تنوع دیو برای یه آدم فقط چرا این همه یا لژیون برای یه آدم شما حساب کنید لژیون حداقل بالای دو هزار نفر رو به حساب بکنی خیلی دو هزار تا دیو برای یک آدم مگه این آدم چقدر کاپاسیتت داره مگه این آدم چقدر ظرفیت داره مگه این آدم اصلا چیه مگه بازش کنی مگه چیه این یک سواله اوکی؟ چیزی که واقعا خدا برای من باز کرد این نشون میده قدرت انسان رو که چیزی رو که یک نفر داره دو هزار تا دیو باز هنوز کمه براش هنوز براش کمه چون اینقدر قدرت داره که میخواد دونه بدون قدرت ها رو در درون این آدم بگیرن که همش مال اون باشه پس وقتی نگاه میکنید از حملات شیطان ما خیلی چیزها میتونیم بفهمیم و هوشیاری به دست بیاریم که ما کی هستیم در صورت که یه دیو میتونه بره به سراغ یه آدم اون کاری که باید بکنه بکنه ولی میبینیم نمیشه با یه دیو تمام و میارن که بتونن این شخص رو بگیرن خب اگر خیلی قوی هستی آقای دیو خانم دیو خب یکی کافیه مگه این آدم چیه و چون که قدرت مختلف داره خوب گوش کنید حالا یه قسمت دیگه شما تصور کنید یک آدم یک کشوره که پادشاهی خدا در این کشور وجود داره فکر کنید قوم اسرائیل از پادشاه گرفته از وزرا گرفته رئیس جنگ گرفته اینو 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 این افراد مختلف قدرت های مختلف در درون ما انسان هم قدرت های مختلف وجود داره و توانایی‌های های مختلف وجود داره از قدرت خلق کردن قدرت های شفا دادن برکت دادن مفید بودن ساختن خیلی یعنی خیلی چیزا در درون انسان هست که نیکوه خب حالا فرض بگین انسان عدنی انسانی که سقوط نکرده وقتی میگم انسان عدنی یعنی انسانی که سقوط نکرده خب تو عدن هست هنوز تو جایگاه عدن هست هنوز تو اقتدار عدن هست هنوز تو رابطش با خدا هست همه چی عالی هنوز اون میوه درخت ممنوعه رو نخورده بهش میگن انسان عدنی و چرا این همه دیو معمولا دیوها شما تصور کنید این یه تصویری از درون انسان یا میدان زمین قدرت انسان که قدرتهای زیادی در درون این انسان وجود داره و توانایی هایی میتونی داشته باشه که در واقع دیوها خودشون به خودی خودشون همه این توانایی ها رو با هم نمیتونن داشته باشن چون توانایی هاشون خاصه به خاطر همین گناه ها و هاشون هم خاصه مثلا یه دیو نمیتونه عملکردهای خیلی متفاوتی داشته باشه معمولا عملکردش مشخصه اسمش هم مشخصه ولی انسان خیلی متنوع یه بودی نیست ابعاد زیادی داره ولی یه دیو عملکردش مشخصه یعنی کار دیو مرگ یا دیو ترس مشخصه دیو شهوت هم کارش مشخصه و خیلی توانایی ندارن بخوان همه کارا رو انجام بدن حتی خود شیطان هم اینقدر توانایی نداره اون تخصصش بیشتر فریبه حالا همهشون فریبن ارواح پلید ولی این تخص، فوق تخصص داره تواناییش بیشتر چون اصلا شغل تخصصش اینه حالا تصور بکنید این همه قدرت این همه مقر این همه قسمت های مختلف پادشاهی خدا میتونه در ما وجود داشته باشه اگر فرض بگیریم حداقل 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 اون چیزی که کتاب مقدس به ما تعلیم میده و تحت عنوان دیو زده و لژیون صحبت میکنه که لژیون حداقل بالای دو هزار نفر باید باشه حداقل دو هزار نفر بعضی میگن تا سه هزار نفر چهار هزار نفر هم ممکنه برسه ولی ما حداقل رو نگاه میکنیم هزار نفر خب چیزی که داره اتفاق میفته اینه اگر این شخص واقعا دیو زده بود ما ما فرض بگیریم فرض میگیریم ما پس دو هزار تا قدرت در درون انسان وجود داره از خدا پس هر کدوم از این دیوها به نوعی میخوان یکی از این مقرها رو مال خودشون بکنن که هیچ قدرتی نباشه در انسان که خالی باشه بلکه همه زیر اختدار اروای پلید باشه همهشون از طریق فریب کار میکنن اما کار تخصصیشون یکی ترسه یکی شهوته یکی مرگه یکی اینه یکی اینه یکی اینه یکی اینه ولی به طور خاص همهشون از طریق فریب تو رو متقاعد میکنن که بپذیر ترس و بپذیر مرگ و بپذیر درد و بپذیر بدبختی رو بپذیر اینو بپذیر اینو بپذیر اینو همهشون بهت میگن بپذیر اما در میان همه این روح یک روح هست که بجز خود شیطان تحت عنوان روح فریب باز اینا همشون فریب میدن اما روح فریب باز کارش فریبه اینا که یه دونه نیست هزار شیطان یه دونه است اگر امروز بخواه برسه سراغ تقی معلوم نیست که نوبت تقی نقی برسه خب ولی روح فریب چون که خیلی زیاد هست میتونه عمل کردی چون شیطان انجام بده به همین دلیل ممکنه هر وسوسه ای با روح فریب شروع بشه ممکنه با اون روح اما با فریب اون روح تخصصی شروع بشه مثلا ترس فریب ترس روح ترس میاد از طریق فریب خودش وارد میکنه یا نه روح فریب میاد در رو برای ترس وا میکنه توی نه همشون به هر حال یه دوره عمومی رو دارن عمومیشون فریب تخصصشون اسمش روشه منظورم اینه یه زمانی که دیوی میخواد وارد بشه یا وسوسه میخواد انجام بشه گناهی میخواد انجام بشه خب اتفاقی که میفته اینه یا روح فریب تو رو به وسوسه میکشه خود روح فریب یا اینکه نه روح ترس مثلا میخواد وارد بشه روح ترس فریب و میده و بعد وارد میشه ولی همش با فریب شروع میشه خب حالا هدف همه اینا چیه؟ گرفتن اقتدار ولی خود وسوسه وقتی گناه رو انجام میده موضع اقتدار رو ضعیف میکنه اقتدار تو وقتی گناهی انجام میشه بلافاصله دیو نمیاد از بار دوم به بعد تو دیگه با روح طرفی چون داره تکیار اتفاق میفته و هرچه تکرار بیشتر قدم های دیو در میدان اختدار تو بیشتر به همین دلیل وقتی شخص یه بار وسوسه میشه و توبه میکنه و در رو ببنده خیلی براش راحت تره تا اینکه شخص به اسارت بکشه یا به زدگی بد بخواد آزاد بشه چرا؟ چون که تمام حقهایی رو که در واقع به دست آورده رو تو باید ازش دونه بدونه پس بگیری تا بهش بگی برو بیرون ولی اینجا فقط یه دونه حق بود و اینم یه در آن آزاد میشه شفا آزادی خیلی سختره تا اینکه توبه چون با توبه تو میتونی دیبا بیرون کنی با وقتی وسوسه انجام میشه با توبه میتونی بکنیش بیرون ولی وقتی اسارت هست با توبه نمیره بیرون فقط بعد حق و حقوق شکسته بشه چون همش خود آدم میتونه بشکنه چی در نهایت آدم اجازه میده خودشم مطمئن میگم بستگی به نوع اسارت داره شخص میگه تلاش کردم نشده کمک میخوام معمولا همه خودشون تلاششونو میکنن هیچکس تا یه عدسه کرد نمیره دکتر بگه که مطمئنا شلغمش خورده سوپش خورده خب مطمئنا یه مقدار یه دو تا قرص از ایران براش فرستادن خورده جواب نداده آخر کار میره سراغ دکتر معمولا هیچ کس سری خب سراغ یه نفر نمیره اصلا میلی به رفتن نداره به خاطر هر چیزی دیگه وقتی کار به با قول بیخ پیدا میکنه شخص میگه آخر کار مجبورم برم همه هم میتونن اروپایی و ایرانی خارجی هم نداره همه میتونن سعی میکنن خودشون این کار رو انجام بدن حال به خاطر حرمت آبرو هر چیزی که هست سعی میکنه تلاش خودش رو بکنه که بعد هم نیست نکن رابطه اهدی فقط با گناه اتفاق میفته دیو زدگی نه با رابطه خب یعنی اینکه اگر دو نفر خب یه،, یه،, پسر یه دختر یا یک زن یک مرد که مال هم نیستن دوتاشون با هم دارن یه گناه انجام میدن دیو جابجا جا میشه دیواشون این این زن میتونه بره در مرد دیوای مرد میتونه بره در زن اوکی ولی در زن و شوهر فرض میگیریم مرد حالا یا زن یکی دیو داره یکی در امنیته گناه نکرده اصلا خبرم نداره تا دا داشته باشم گناه نکرده خب اون رفته دیو زده شده با یکی دیگه فرض این دوتا دیو زدن حالا میره با زنش و با شوهرش اتفاقی که میفته این شخص دیو نمیشه چون گناه نکرد تو امنیت تو وفاداری خانوادگی منده خب هیچ گناهی هم نکرد بخاطر برای چی دیو بشه گناهی انجام نداده بفرم این دیوها که در شخص زندگی میکنه شخص دید زده هر روز یه آفتاب جدیدی در شیطان میده یا اوتومات می میدونن چه کار باید انجام بدن یا پلان های رو شیطان مگه ما هر روز از خدا آفگابه میگیریم خودمون قدرت های خودمون رو داریم و کارمون رو میکنیم بس اون دیر دیر هایی که مقرد میزنن این شخصی که دیر زدرش میکنن کارون که در شخص هستن سراغ شخصی دیگه میرن یا این, هم این کار دیگه در شخصی دیگه انجام میده در که بستگی داره اگه سکونت دائم داره نه دیگه نه میمونه تا آزاد نشه یا شخص بمیره دیو اونجا هست دیو آره هزاران دیو ترس وجود داره میلیون ها دیو ترس وجود داره یکی نیست که میلیون ها آدم کار میکنن تا یه آدم میمیرن آره آزاد میشن میرن وارد یکی دیگه میشه یا آزاد میشن به واسطه شفا آزادی میرن سراغ یکی دیگه پیدا میکنن نه نه آره اصلا کلا روح نمی میره نمیمیره نمی میره روح انسانم نمی میره خدا هم نمی میره فرشته هم نمی میره دیو هم نمی میره چون اینا روحانی هن. هر چی که روحانی هیچ وقت نمی میره مرگ منظور نابودی ها ما هم نمی جسممون میمیره اما خودمون هستیم زنده ایم ابدیه خدایی که جزا میده بلده چطوری مگه روح آدم نمیتونه عذاب بکشه همه روز زمینم هم روح عذاب میکشه <laughs> نه حالا تازه یه شه <applause> <applause> روح هم داره عذاب میکشه آه صد درصد صد خدای جنسی برحال معیام میکنه که پس موضوع قدرت دیوها و ارواح پلید و افکارشون و انگیزه هاشون رو برای ورود و متوجه شدیم حالا چرا باز به انسان حمله میکنن شما حساب بکن یک آدم دانشمند دیو زده بش پر از خلاقیت پر از مهارت پر از استعداد پر از دانش پر از چیزهای مختلف مقام عبیت اعتبار خیلی چیزا داره دیگه اوکی ممکنه پولم داشته باشه مطمئنا یا تأثیری توی چه میدونم یه جای بزرگ مثلا باشه تأثیر داشته باشه پس اقتدارای زیادی بر درونش هست وقتی دیوی میاد و مغری رو اقتدار میکنه هدفش چیه این قدرت در اقتدار شیطان باشه چی میشه خب حالا گیریم اومدم دیو زدن یا آدم دیو زدی کرد چی میشه آفرین از اون قدرت میاد برای ملکوت شیطان استفاده میکنه همونطور که خدا است قدرت که به ما برای ملکوت خودش به همین دلیل تمام اسارت هایی که ایماندارا هدفش که برای ملکوت خدا استفاده نکن بلکه برو توی کلیسا بر ضد ملکوت خدا استفاده کن و میکنن نمیشه که فقط پادشاهی خدا جلو نه به همین دلیل دیوها یا شیطان تمام فکرشون اینه که مردم یا پاشون به پای صلیب نرسه یعنی ایمان نیارن نجات نیابن اولین کاری که میکنه هیچ وقت با صلیب آشنا نشن گیریم از دستشون در رفت و با صلیب آشنا شدن مثل ما اوکی به مسیح ایمان آوردیم از صلیب نره در جایگاه اقتدار در دست راست خدای پدر بنشینه این صندلیه یعنی از صلیب نره اون بالا با در دست راست خدای پدر بنشین چون اگر در این جایگاه قدرت به ایسته دخل شیطان لژیون میخواد تا اینو اینجا سعی میکنه تا اونجایی که میشه با چهار تا دیو نذاره ولی اگر موفق نشد تو جایگاهش نیسته از جایگاهش بخوره زمین. یه ایماندار ضعیف یه ایماندار نفسانی یه ایماندار در واقع دست با کسته یه گوزفند دست با شکسته باشه یه آدمی که در واقع به نوعی هیچ خاصیت که نداره هیچ تا زرارم داشته باشه ویرانگر باشه پادشاهی خدا رو فقط خراب بکن به خاطر همین بعضی مواقع میگم اصلا نمیفهمید دارید چی کار میکنید تو فکر میکنی مثلا به من داری آسیب میزنی یا به اون داری آسیب میزنی یا با اون ناراحتی داری آسیب میزنی تو پادشاهی خدا رو داری خراب من چیکار کنم با پادشاهی خدا من با این فلانی مشکل دارم تو پادش تو همین دیگه میفهمیدی تو دنیای تاریکی چه اتفاقی داره میفته اگه میفهمید چه روی داره تو رو فریب میده تو چیکار اون موقع میفهمیدی که تو داری پادشاهی خدا رو داری ویران میکنی ما کاری با پادشاهی خدا ندارم با این مشکل دارم با اون مشکل دارم با اون مشکل دارم فلانی اینطوریه اوکی متوجه شدید چیه فقط تمام جنگ جنگ پادشاهی خداست انسان بهانه است این بهانه است اون بهانه است اون بهانه است من شما ما, ما بهانه ایم می چای کمرنگ و پر رنگ بهانه است اینجا ایستادن اونجا نه استادن بهانه است برو بشین یا سر پا جات بیست بهانه است خالم چی گفت عمم چی گفت بهانه است تمام داستان پادشاهی خداست به پادشاهی خدا آسیب بزن و در پادشاهی خدا یا نعیس یا اگه میسی آسیب بزن همین داستان اینه دلیل دیگه نیست متوجه چطور فریب حق حق با تو تو حق داری نگاه کن چون که تو راست میگی تو حقیقت تویی بقیه فالشن بقیه غلطن بقیه اینن تو حقیقتی حق داری پس اگه حق داری حالا مطابق حقت حرف بزن مطابق حق... حقت رفتار کن مطابق حقت چی بکن نگاه نمیکنی اگه این حق میتونه بر حقیقت عیسی باشه میتونه بر ضد پادشاهی خدا باشه مسیح میگه اون که ضد ما نیست با ماست اوکی ولی چطوری من میتونم پادشاهی خدا ما پادشاهی خراب نکردم چرا نکردیم اگه روح خدا رو داشته باشیم با خدا به ما میگه این پادشاهی رو خراب میکنیم پادشاهی خدا کیه میگه ما رو گناهکارانه اومدن اینجا چرا این همه گناهکار جمع شده وقتی شروع میکنیم چق 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 ای گیر میدیم به این و اون پادشاهی خدا بیمارستان خدا رو داریم تیمارستانی که مال خدا رو داریم ویران میکنیم به اسمای چی من حقیقت حقیقتم بقیه فالشن یا بقیه غلطن خب این فریبیه که داریم ما میخوریم و ما نمیتونیم با پادشاه خدا بجنگیم مگه اینکه فریب خورده باشه همه داستان فریبه وسوسه یعنی فریب و ثمرش هم معلومه مطمئنا افراد یه جایی میفهمن که دارن اشتباه میکنن باش. میخواد بلندش میگه نه برای چی اگه بری بگی فلان میشه اگر این کار کنی اگر توبه کنی اگر اگه بری اعتراف کنی اگر به معذرت بخوای ای دعایم. دوباره یه حالا بزار، حالا ببین حالا چی میشه به تعویق بنداز و و و و تمام شیه دختر پسر خواهرم برادرم پدرم مادرم جنگ سر اقتدار توه همه اینا بهانه است از اقتدار جایگاه تو میترسه همه اینا بهانه است از پادشاهی خدا داره میترسه همه اینا بهانه است اگه چشم روحانی داشته باشی از بالا نگاه کنی میفهمی در چه اتفاقی میفته تاش نگاه میکنی گیر گیری می نفر افتاد تو گناه افتاد تو گناه افتاد تو زنا اوکی افتاد تو زنا چرا کلیسا باید آسیب بخوره اون بهانه بود که پادشاهی خدا زده بشه اون نه یکی دیگر رو پیدا میکرد یکی دیگه نه یکی دیگر رو پیدا میکرد یه جوری پادشاهی خدا آسیب بخوره. چه فرقی نه از طریق دعوا نه از طریق غیبت نه از طریق زنا نه از طریق دوزی نه از طریق هر چیز دیگه نه از طریق دروغ ساختن بافتن تهمت خب چی میشه پادشاهی خدا آسیب میخوره او خدا ضعیف میشه پادشاهی خدا بیرنگ میشه و کی داره پادشاهی میکنه شیطان از طریق چی پادشاهی نفس ما بعدا بهش میرسیم پادشاهی شیطان پادشاهی خدا پادشاهی نفس که مال ماست متوجه شدی اصلا موضوع وسوسه اصلا چی میخواد به ما بگه ما تا الان که وسوسه یعنی چی آه گناه برو توبه کن صد بار گناه کردی برو توبه کن اصلا داستان این نیست توبه هم کردی تو باید بیستی در جایگاه اقتدارت چرا ما دائم توی گناه میفتیم چون که نمیریم تو اقتدارمون بیستیم وسوسه اگه یه بار انجام بشه و توبه کنی سر جاد نیستی دوباره وسوسه تکرار میشه یکی از کارهای وسوسه اینه که یه ضربه بد میدنه که ضعیف بشی سر جاد نیستی برو همون در سلیب بچسب یه زمانی وقت خدا میکنی میرفتن پای تابلو میستادن اینطوری یه پا بالای دست این جریم هست اینجا ما پای سلیبیم میگه همینجا بچسب پات میذاری و این یه دقیقه دیگه گناه پاد بالا. دوباره پایین دوباره پایین دوباره پایین دوباره دوباره تو گناه تو گناه تو راجب این صحبت میکنیم که چطوری میتونیم گناه نکنیم بله کار روح خداست چطوری میتونیم بیستیم بله کار روح خدا. هدف ما اصلا, اصلا, اصلا از این من کلاس اینه اوکی متأ داریم برای قسمت های صحبت میکنیم که اوکی او که حالا افتاد چیکارش کرد چطوری افتاد میدید چرا دارم این همه توضیح میدم چون شیطان همینطوری توضیح میده و ما رو میزنه به همین اندازه وقت میذاره تا تو رو بزنه به خاطر همین خیلی حرف میگم و بگم وسوسه اینا ها, ها که دو, دو دیگه تمومه دیگه اینقدر ریز 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 ریز, ریز برای چی ریز 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 ما رو میزنه به چه طریق حالا شروع میاد حالا این فریب خب خود فریب به خودی خودش خب چطور حمله میکنه کجا رو باید بزنه اینکه هدفش چیه میخوام بگم که وقتی وارد میخواد بشه از کجا میشه قبلش بوش کشید فهمید که این یه فریبه خب سب میکنیم آره چون که این درسی که از این درس و درس شنیدن صدای خدا اینا دو تا درس پشت سر که خیلی به هم رابطه داره چون که همش با شنیدن سر کار داری گفتم هم خدا میشیم هم من نفس میشنم. هم شیطان میشیم هم دنیا میشنم بس, بس همینه دیواز ها دولت نمی کم نمیشن زیاد هم نمیشن تعدادشون ثابته خدا هم همه رو با هم آفرید فرض بگیریم یک میلیون فرشته بود دو میلیون فرشته بود همه رو با هم آفرید حالا بعد میرسیم چون که چیزی که هست اینکه شیطان اول همیشه یه ارزیابی میکنه خب اینو میرسیم جدا درسمون نی اما یادم بندازید که شیطان یه ارزیابی میکنه مثل یه زمینی اول میره دورش میگرده ارزیابی میکنه نقاط قوت و مثبت و ضعف یه جایی رو در نظر میگیره که از کجا من حمله کنم کمترین آسیب کمترین مقاومت بیشترین تلفات رو میتونم بگیرم اینا دو تاکتیک ها بشه. به همین دلیل تصور بکن مسیح داره این که میگم کتاب مقدسیه مسیح میگه تو شب آخر میگه که پتروس شیطان خواست همه رو غربار کنه پس اومد همه رو چک میکنه اما به طور خاص برای تو دعا کردم چون تو خیلی مستعد اصلا لغزشی اصلا خودت مثل لغزشی ولی تو دعا نکنی چرا؟ چون که خدا با تو کار داره پس چیزی که اتفاق میفته گشت 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 تا یه نفر رو که مستعدترینه رو انتخاب کنه حالا شما حساب کنید تعداد زیاد نه برای همین کلیسا هم همینه میچرخه شیطان میگه کیو پیدا میکنه میگه شیر قرآن میگرده خب تا کسی را ای تا کسی را یعنی شخص با رو را تو کلیسا پیدا کنه نه اینکه هر کسی که دم در رسید همونو میخوره همه را نمیخوره میگرده تا کسی رو پیدا بکنه نه اینکه هیچ کس نیست میگرده تا اون شخص لازمه رو پیدا بکنه که به نام مسیح ما نباشیم هدفش چیه حالا شیر قرآن هم داستان چیه گفتم عملا باید بگیم که ظاهرا شیطان در لباس کتاب مقدس و مسیح میگرده تا یک طرف از طریق بخوا... از طریق کتاب مقدس به زمین چون میگه که خودشو به صورت فرشته نور در میاره دیگه و شما حساب کن اون فرشته ای که داره میاد خب فرش دیو که خودش معرفی نمیکنه تو کلیسا به صورت فرشته ای نور داره میچرخه همه هم خوشحالن و فرشته اومد سراغ من این فرشته اومده سراغ من فرشته اومده من و ملاقات من دستوری که این دیو یا شیطان یا اون شیریه که در واقع خودش رو به اسم مسیح داره معرفی میکنه به خاطر همین تمام رسالات پولس صحبت از چیه میگه برادران کذبه خب چرا اگه کذبه است برادران چیه میگه اسمش برادر هست پس مال تو کذبه عمل کردش. میگم چرا برادران چون تو هست. چرا کذبه چون زندگی و عمل کرده افکارش کذبه محبت خدا نیست پس این چیزیه که در واقع شریر میبینی توی نقشه هاش داره انجام میده حالا چه زندگی شخصی، چه خانوادگی، چه کلیسایی، چه هر چیز دیگه <applause>